درود بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. اومدیم به ترک جدید جیدال با پارسا سیمسون ریاکشن بدیم. ترکی منتظرش بودیم، ترکی مرا ببوس که فکر می‌کنم آخرین ترک مجموعه باشه. پارسا سیمسون رو من نمی‌شناسم، تا حالا ازش نشنیدم، ولی خب میدونم که توی این سری مجموعه منتظر هر آهنگی بودیم. الان منتظر مرا ببوس بودیم که امروز اومد. بریم گوش کنیم فیت با پارسا سیمسون. پارسا که... سیمسون از اون برنامه لاتاری دو من میشناسمش. خب من کلا نمی‌دونم که کارش توی اون خیلی خفن بود واقعا. نایس. پس ببینیم چه جوریه. اجازه ببینم چه جوریه. ببینیم دو دقیقه 48 ثانیه از رادیو جوان. قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها یادتون نره که لایک و بکوبید، سابسکرایب کنین اگر نیستید، بپیوندید به ما و زنگوله نوتیفیکیشن آن کنین که موقع ویدیو آپلود میشه واسهتون نوتیفیکیشن بیاد. ببینیم که داشته باشیم. 2 دقیقه 48 ثانیه. لتس گو. بکنم اسمش توی یکی از ترک‌های دیگه هم بود. آره. مرا ببوس. من گفتم ویگنه. البته چیز هیپوپولوژیستم یه ترک مرا ببوس داشت. ها من با اون دارم اشتباه میگیرم. آره ترک مرا ببوس هیپوپولوژیست که اونم خیلی خفن بود، خیلی قشنگ بود. ولی یک بچه ها گفته بودن فکر کنم مال گل نراقیه. اون هر چقدر ملو بود این با بیت دریل شروع شد. ولی معلومه تو مود، تو یه مود کلی مجموعه است. اسم مجموعه هم یادم نیست. باز خواننده خانومی که هست اسمش نیست. البته ما یکم نمیدونستیم، بعد توی چنل خودش که بری اسمش هست. الان دقیقا تو همین لحظه حضور ذهن ندارم، ولی با هم ویدیو دادن و اون حتی فکر کنم یوتیوب چنل داره اگه اشتباه نمیگیرم، ولی فکر کنم همون بود، آهنگ بود با هم داده بودن، ولی خب اسم نداشتیم. اونجا من یه اسم دیدم، تنها اسمی که از یه دختر یا خانم دیدم، پس حس میزنم شاید ترک قبلی باشه، چون ترک قبلیش هم با اسم خانم دوباره یادم نیست. کلن من تو اسما تعطیلم. پشمام یه بار دیگه این جا به جایی این آکوردار رو نگاه کنم. یه میزان میره بالا همه چیز. دل من تنگه مثل سرباز روس، ایران نباشم من راه دور، هر رو میپیچم بهشون هر رو نموس. من را ببوس خنده میشن این عشقا یه روز برای چنان. خیلی با حال میگه نه. ایران نباشم من باز میپیچم بهشون هر رو نموس. من را ببوس خنده میشن این عشقا یه روز برای چنان. میکنم تو دریای خون آخه نکوس، هرچی بیا در راه دوست جا زدن قصدشو اصلا ندارم. بالا سر رئیس و افسر ندارم، 30 ساله مثل انقلاب ایران. سرباز صلح هم و رهبر ندارم. مرا ببوس مثل عاشقا وسط جنگ با قاتلا، این بوسه ها معجزم واسه ما، شاید بعد این بوسش هم جاودان. مرا ببوس. اینجا خیلی خفن بیان کرد، خیلی ساده و به همین سادگی که شنیدین. ولی خب اردشی ها اینجوری هن که شما حقوق میگیرین، در صورتی که از این کنار دارن حقوق میگیرن. آره ما حقوق میگیریم چون حقوق میگیره. با قاتلا این بوسه ها معجزم واسه ما، شب بعد این بوسش هم جاودان. مرا ببوس توی روز و شب، وسط رقص و تو خون و عشق، وسط آتیش و دود و خش، تا بگیریم اون روز خوب و جشن. دختر زیبا من مهمون تو، مهمونت یه بوسه بدون جرم. جرمم باشه میرم زندونشو با یه بوسه این غما رو بشورشو. سلامتی هرچی عشق یاقی بگیر. چقدر این تیکه بیت داره من یاد ترک ناقابل زیرتونی وان کید میندازه. به نظر تصادفی بوده که آره آره این آره، ولی از طرفی تو یه زیر تونیان کید میافتی مرد هیپوپولوژیست میافتم، چون اونم همین شکلی صدای مرا ببوسی اون پشت سر میومد و همین. خب فکر میکنم این رایی که مثلا بخواد سمپلش کنن تصادفی بوده جفتشون مرا ببوسو انتخاب کردن واسه یه آهنگ مثلا. میدونی با هم اوکی ام، یعنی با هم مشکل ندارم، ولی خب نمیدونم. اوکی ولی نمیان جفتشون بگن خب من تو این آهنگ به مدل خودم کار میکنم تو رو بکنم. تصافی بوده ولی تصافی جالبیه بین این همه آهنگ من رو ببوس دوبار سمپل شده. آره شبیه تقریبا. آره جرمم باشه میرم زندونشو با یه بوسه این غما رو بشورشو. سلامتی هرچی عشق یاقی بگو بریزه که نور چش ساقی. مرا ببوس برا آخرین بار میشه تاریخ بوسه های انقلابی. صداش خشنگیه، چرا اسمشو نمیدونم؟ اگه میدونیم بگیم. واقعا این کاره عاشقانه که توی این مجموعه از جیدال عاشقانه سیاسی خیلی نشسته رو کارش، رو شعرش، یعنی خیلی بهش میاد این کارا. توی کاور
کتابه روی تابلو نوشته آزادی. آره. نکردی. یه بوسه رفتر سالای دوری، یه بوسه رفتر عشقا با خون، یه بوسه رفتر جنگای زوری، یه آخری شمیره درگه باشه. خیلی قویه قلمش. میان با کلتوخ، میان با سنگ، میان با لفوخ، میان با تک، ندارم شک، میبرم بره دست این موضوع رو خاک بشه. آقای لحظه، اینجایی که میگه میان با کلتوخ، میان با، ببین اینو ما اوایل خیلی میگفتیم که نیازه به از اونا دارن حمله، جنگیم، اونا دارن حمله میکنن و باید حمله کنیم، و بعضی هم میگفتن که خب نه نمیشه، حکم فلانه، اگه مثلا سلاح داشته باشی اعدام فلان، کافی بوده فقط مثل محمد حسینی و محمد مهدی کرمی حضور داشته باشی توی جایی که یکیشون آسیب میبینه، فقط حضور داشته باشی یا خیلی های دیگه و بهت حکم اعدام بدن، کافیه دستور تهیه کتلت بدی تا بهت حکم بدن. اصلا مهم نیست هر کاری کنی امن نیستی، هر کاری کنی. تازه اون یکی محمد حسینی که از قبر مادرش برمیگشته، اصلا کاری نبوده. کلن اینا نشونه های ترسه که دارن، میدونی؟ کلن وقتی انقدر بترسن دیگه از هر چیزی میترسن، به هر چیزی گیر میدن، نشونه های اینه که ترسیدن آخرشونه. خریشم میره درجه با جون، اینا پیچه ای من دنبال حق، میان با کلتوخ، میان با سنگ، میان با لفوخ، میان با تک، ندارم شک، میبرم بره دست این موضوع رو خاک بشه زره، نمیخوام بچه هم بد کنن گله، یه چرا لال بودیم اون سال فلنگ و بستیم ایران رو تسلیم کردیم دو دستی، برای حقم، برای حقت، برای سالا که بل کردم دست جلوی گشت، برای اجبار هرچی و ترسش قرارمون بعد آزادی، بوسه رو لب، منظر نابی، پرچم زور دستم پایی، بستم پاییز، میریم تو آبان به نام جانا، میام تو شهرواز به یاد یاران، خودم هم آواز، خودم هم پایان، دنبال جبران رفته سالان، برای جرمای بسته به داشان، به یاد تم دو شبان روز، دیگه باس برم مرا به بوس. اوکی ببین، من تیکه جدال رو خیلی دوست داشتم، ولی همونطور که میدونین اولین بار که یه خواننده میشنوم، خیلی معمولا وقتی اولین بار خواننده میشم اینجوری هم میخوام خواستم به ثابت کنه که کارش خوبه، ولی الان خیلی 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 آره. از پارسا سیمسون خوشم اومد توی این تیکه ای که ازش شنیدم، به علاوه این که تکست و اجاش خیلی خفن بود، خیلی صحبت ها کرد، میدونی؟ آره. تون داره ولی خیلی قوی بود. دفعه پیشم که گوشش کردم، من دفعه اولی بود که گوشش میکردم، پرم ریخ واقعا. دقیقا به چیزای زیادی تو تکستش اشاره کرد، من دوست داشتم. بس برم مرا به بوس، بس برم مرا به بوس، چه بیت خوشگله. حاجی کار خیلی باحالی بود، خیلی خفن بود. مثلا کلا کارهای جیدال میگم توی این لاین باشه خیلی خیلی بهش میاد، به نوع چیزی که مینویسه خیلی بهش میاد. منتها من همچنان ترک اگر رو خیلی دوست دارم، از این مجموعه ترک اگر واقعا بیشتر. ببین من کلا کارهای جیدال و این چند تا آخری که توی این مجموعه بود همشون به نظرم خفن بودن، ولی توی این ترک، این فیت، اولین باره که همچون تازه آشنا میشدم با پارسا سیمسون، همچون انتظار نداشتم ازش، چون تازه دارم آشنا میشم، خیلی سورپرایز شدم. من واقعا از کارش خوشم آمد و شاید حتی بگم کلا میدونین جدا رو دوست داریم خیلی، من نظر منه البته این، ولی توی این ترک من ورس پارسا سیمسون حتی بیشتر دوست داشتم و خیلی توی این آه. یه دونه ترک بهم ثابت شد، خوشم آمد واقعا. بانک کلا ترک اگه کار خفنی داره به معرفی کنین بشنویم. آره کوتاه بود، کلا ترک کوتاه بود، کلا ترک کوتاه بود، ولی ورسش کوتاه بود، گفتم آره. کلا ترک کوتاه بود ولی ورس هر کدومشون، من ورس پارسا سیمسون چون بیشتر محتوا زیادتر توش گفته بود و چیزای مختلف اشاره کرده بود و چیزایی که بعد گفته میشد، اینکه ما نمیخوایم بچه‌مون یه روز بیان خیر ما رو بگیرن دقیقاً. که شما ساکت موندین. دقیقاً. واقعا به این گزینه باید فکر کنیم اگه که تو فکرمون باشه که فردی وجود داره، چون الان در حال حاضر واسه نفس کشیدن دارن میگیرن و چون میدونید راهش دقیقاً. راهی نمونده در کل، حالا هیچ کدوم خوب نیست به خاطر این اتفاقات اخیر، مخصوصا اصلا حال هیچی خوب نیست و این همچی کارهایی که میاد آدم میدونی اتفاقات تو روز کلی چیز دیدیم، کلی اتفاق افتاده، کلی این مطالب رو دیدیم، مغز اصلا داره میترکه. اینه که حتی از یه ترکه مثلا
بیشتر عاشقونم، باز اون بخش سیاسیش خیلی بیشتر بولد میشه توی ریاکشن ما. یعنی که همش داریم باش دست بخش سیاسی نمیم. در حال حاضر بزرگترین بخش زندگی همونه بچه هم، همه دقیقا. صحبت لازم خودتون میدونین، این اتفاق تلخ هر روز ادامه پیدا خواهد کرد اگه که این انقلاب به نتیجه نمیتونم بگم نرسه بعد برسه. آره اول و... داریم اصلا اصلا اول گفتیم که این یه حالت ماراتون داره، اینجوری نیست که بیایم سریع تموم بشه بره، که انتظارش هم نباید میداشتیم اصلا ما اول. این اتفاق تلخ منتظر تک تک هر شخصی که اسم مثلا ایرانیه هست، اگه که فکر کنیم دیگه شل شد و فلان اینجا نباید این اجازه رو بدیم. مرسی که تا آخرش نگاه کردید بچه‌ها، اگه خوشتون اومد حتما حتما لایک کنید، ساب کنید و اون زنگوله رو بزنید. اگه دوست دارین چنل تلگرام رو اوشین لینکش تو دیسکریپشن هست، موقع خودتون حسابی باشین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.